سلام دوستان، مریم هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمت شما. در این برنامه به رابطه یه میلیاردر اعدامی با شهره سلطی میپردازیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. شهره سلطی خواننده و بازیگر ایرانی و خواهر کوچکتر شهرام سلطی میباشد. در 14 دی ماه سال 1337 در مرکز تهران محله سرچشمه متولد شد. نام اصلی او فاطمه سلطی می باشد. او 7 سال داشت که از علاقه خود به موسیقی مطلع شد و با حمایت خانوادش به هنرستان عالی موسیقی رفت تا با موسیقی آشنایی بیشتری پیدا کند. فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی در ایرانه و در نواختن پیانو تبحر خاصی داره. برادر بزرگتر شهرام نیز از خوانندگان نامی لس آنجلس نشینه. وی به ملکه صحنه‌ها نیز معروف است. ماجرای میلیاردری که قبل از اعدام با شهره رابطه داشت. رحیم علی خرم یکی از سرمایه‌داران دربار پهلوی که روابط نزدیکی با دربار داشت و صاحب پارک معروف خرم یا ارم فعلی در غرب تهران بود. رحیم علی خرم به شماره شناسنامه 134 صادر از ساوه ساکن شمیران تهران در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1358 محاکمه گردید. خرم چون سواد خواندن و نوشتن نداشت کیفرخواست دادگاهش با اینکه به وی تفهیم شده بود بار دیگر به دین شهر برای رئیس دادگاه و حضار قرائت گردید. 1. مشارکت و معاونت در قتل و ضرب و جهل. 2. استثمار ملت مظلوم ایران با توسل به زور و قدرت. 3. دایر کردن قمارخانه و مراکز فحشا در سالیان دراز و کسب ثروت هنگفت از این راه، از جمله شرکت آسفالت و هتل خرم و پارک خرم و صدها آپارتمان و مبالغ هنگفتی در بانک ها و غیره. رحیم علی خرم در دفاع از خود گفت: من با شاه نه اینکه دوستی و نزدیکی نداشتم، بلکه علیه وی چند سال پیش به دادگستری شکایت کردم و تا به امروز به دنبال شکایتم بودم، چون اون نمیذاشت من کار کنم و جلوی کار منو گرفته بود. وی مدعی شد چند تن از زندانیان سابق رو با پول و وساطت خود آزاد کرده. پس از دفاعیات خرم، چند تن از شهود از جمله یکی از کارکنان پارک خرم شهادت داد که شهره خواننده معروف رو چندین بار در حال معاشقه با رحیم علی خرم دیده. خرم در پاسخ این شاهد گفت: من این شهادت رو رد می کنم. من با خوانندگان و ستارگان کار نداشتم. فقط گوگوش بود که من مدت 15 سال با پدرش دوست بودم و گوگوش مثل دختر من بود. بعد از پایان دادگاه، حکم اعدام وی صادر و در ساعت 1 بامداد روز 19 اردیبهشت ماه سال 1358 حکم به اجرا در آمد. محمود قربانی، همسر اول گوگوش و از دوستان خرم، بعدها راز دستگیری خرم را چنین تشریح کرد که در هیاهوی انقلاب، خرم که قصد خروج از کشور را داشته در هتل میامی تهران به پیشخدمت هتل انعام بالایی میده و همین انعام شک گارسون رو برمی‌انگیزه و به نیروهای انقلابی اون زمان اطلاع میده که او حتما مرد سرشناسی از نظام پهلوی است و همین امر باعث گرفتاری وی میشه. شهره در 15 سالگی وارد دنیای هنر و خوانندگی شد. نخستین ترانه او دختر مشرقی با شعری از منصور تهرانی و آهنگ محمد شمس بود. نام او پس از ترانه تو که نیستی بر سر زبان ها افتاد. پس از ورود او به دنیای موسیقی پاپ، کمپانی های شروع به قرارداد بستن با او کردند و عکس های او روی جلد اول برای مجلات هفتگی شد. یکی از عوامل شهرت او اجرا در کاباره میامی بود که در آن زمان هواداران زیادی داشت. شهره چندی بعد وارد دنیای سینما شد و به همراه داریوش اقبالی در فیلم فریاد زیر آب بازی کرد. شهره در سال 1357، دو ماه پیش از انقلاب، برای اجرای کنسرت به آمریکا رفت و به خاطر تحولات در آنجا ماندگار شد.
در آغاز در نیویورک زندگی کرد. پس از یک سال اقامت در این شهر با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کرد و ثمره ازدواجش یک دختر به نام تنازه. نخستین ترانه‌هاش در خارج از کشور در آلبوم تلس منتشر شد. او در سال 1367 به لس آنجلس رفت. اکنون به وی القابی مانند ملکه صحنه ها و شیطونک شهر آواز و غیره را می دهند. وی با خوانندگانی چون معین، حسن شمایی زاده، سیاوش شمس، فرامرز اصلانی، فرزین، داریوش، شهرام سلطی و رضا سقایی و غیره همکاری داشته. از بهترین همکاری های شهره میتونیم به ترانه پنجره ها با همکاری شهرام سلطی اشاره کنیم. او در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنه و معمولا کنسرت های خود را در کشتی سوداتور ترکیه اجرا میکنه. شهره در سال 2008 در کنسرتی که در دبی داشت و در آن ترانه خلیج فارس را اجرا کرد باعث شد که او هرگز اجازه ورود به این کشور را نداشته باشه. شهره سلطی بارها علاقهش به صنعت مد و فشن رو اعلام کرده. وی همواره طبق مد روز لباس می پوشه و سعی می کنه جدیدترین مدهای لباس رو قبل از بیرون اومدن در بازار تهیه کنه. به گفته خودش چون در هالیوود همه چیز در بالاترین حد اعلا وجود داره و نسل جدید و جوانها خیلی با مد آشنا هستن، او دوست داره جدیدترین مدها رو داشته باشه. وی همچنین موارد مورد علاقش در بسیاری از زمینه‌ها رو بارها اعلام کرده که در ادامه با آن اشاره می‌کنیم. رنگ مورد علاقش آبیه. حرفه مورد علاقش بعد از خوانندگی روانشناسیه. بازیگر مورد علاقش بهروز وثوقی. غذای مورد علاقش باقالی پلو. ورزش محبوبشون شنا. شهر محبوبشون مشهد. کشور مورد علاقه ایران. خواننده مورد علاقه نصرالله معین. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.